سلام دوستان، در این قسمت نوع جدیدی از نمودارها رو میخوایم بررسی کنیم که پای چارت ها هستن. دوستان، پای چارت ها یا نمودارهای دایره ای یکی از میشه گفت ساده ترین انواع چارت ها هستن که به صورت در واقع سوال در قسمت گراف یا همون در واقع تسک فون تمرین اول، سوال اول از آزمون آکادمی که آیلتس معمولا مطرح میشن. خب اما در اینجا در واقع ما یک سوال به صورت پای چارت یا نمودار دایره‌ای داریم که کاملا همونطور که عرض کردم خدمتتون دوستان به صورت در واقع کاملا فرضی هست. اطلاعات و داده هایی که در اینجا میبینید همه چیز کاملا فرضی هست و این فقط در واقع به صورت یک نمونه مشابه آزمون هست که ما در اینجا میخوایم با هم دیگه بررسی و تفسیر کنیم. اما دوستان، همونطور که عرض کردم خدمتتون، اولین قدم در تفسیر درست یک نمودار درک داده هاست که این اصلا نمودارها چه چیزی رو دارن به ما نشون میدن. دوستان، اینو باید خدمتتون عرض کنم که بسیاری از کندیدیت ها یا بسیاری از داوطلبان متاسفانه در جلسه آزمون و حتی در تمریناتی که قبل از آزمون انجام میدن دچار سوء تفاهم میشن و داده ها رو به صورت نادرست متوجه میشن و وقتی که ما نادرست متوجه بشیم قطعاً به صورت نادرست هم تفسیر رو انجام میدیم و کل تسکی که ما انجام میدیم متاسفانه خب مخشوش میشه، خراب میشه و نمره بسیار ضعیفی رو میتونیم کسب بکنیم. خب بنابراین دوستان خواهش میکنم دقت کنید، قبل از اینکه دنبال اصطلاحات و کلمات متفاوت باشیم باید به دنبال تفسیر درست، درک صحیح و کامل اطلاعات باشیم. بنابراین دوستان، اول در قدم اول ما میخواییم درک کنیم که این نمودار چه چیزی رو داره به ما نشون میده. دقیقا بفرمایید دوستان، fuels consumed in Australia، یعنی fuel دوستان میدونید سوخت هست، سوخت های استفاده شده یا مصرف شده، consumed دوستان به معنی مصرف کردن هست، این آسترالیا، در استرالیا. خب ببینید دوستان، در واقع این نمودار داره به ما نشون میده که در دو سال 1990 و 2000 از این سه تا سوخت استفاده شده در استرالیا. چه سوخت هایی استفاده شده؟ گاز یا همون گاز، هایدرو پاور یا در واقع آب، دوستان این هایدرو همون آب هست، قدرت آب، و کول یا در واقع همون زغال سنگ. کول دوستان زغال سنگ هست. خب یعنی این نمودار میخواد به ما بگه که در سال این هم که در واقع همون راهنما هست دوستان که همیشه کنار نمودارها هست، یعنی میخواد به ما بگه این قسمت سفید که گس هست ما میتونیم توی آزمون دوستان برای خودمون مشخص کنیم سریع که بعدا به اشتباه نرفته. خب بله، این داره به من گس رو نشون میده، این نقطه نقطه هم هایدرو پاور هست، هایدرو پاور برای خودم سریع میمیسم، و این قسمت هم که در واقع کول هست برای خودم مشخص میکنم که به اشتباه نیفتن. دوستان سریع برای خودتون توی آزمون اینا رو لیبل بزنید ها، برای خودتون مشخص کنید که بعداً توی تفسیر به اشتباه نیفتید. خواهش میکنم. خب پس دوستان میخواد به من بگه که در سال 1990 چه درصدی از کل سوختی که مصرف شده در استرالیا گاز بوده، چه درصدی از کل سوختی که استفاده شده در استرالیا هایدرو پاور بوده، و چه درصدیش در واقع کول یا زغال سنگ بوده. بعد میخواد نشون بده تغییراتشون نسبت به سال 2000، یعنی میخواد بگه در سال 2000 چقدر کول استفاده شده، چقدر هایدرو پاور و چقدر گس. دوستان یک خوبی که دوستان ویدیویی که دیدید نمونه‌ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید. دوستان ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.